اوباما و 4 سال آینده سیاستش در خطرناکترین، حساسترین و خبرسازترین منطقه جهان. سرانجام باراک اوباما پس از گمانه‌زنی‌های زیاد برای 4 سال دیگر در کاخ سفید ابقا شد. انتخابی که ظاهراً سایه مسائل اقتصادی و اشتغال سیاست خارجی کاخ سفید را کمرنگ ساخته بود. اما به هر حال سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ابرقدرت تعیین کننده خیلی از معادلات جهانی به شمار می رود. منطقه‌ای که ما در آن زندگی می کنیم بیشتر به سبب معادلات پیچیده‌اش خبرساز است که می توان در یک نگاه این گونه برشمرد. افغانستان کشور متأثر از هراس افغانی و القاعده و دارای رابطه نوسان با همسایه جنوبیش با اتهام بازی دوگانه مبارزه با هراس افغانی و موضوع خط دیورند. پاکستان کشور با گمانه‌زنی وجود هراس افغانان و رابطه دارای نوسان با افغانستان با اتهام حمایت از طالبان پاکستانی و بلوچ ها و پشتون های خط مرزی و دارای سلاح اتمی. ایران دارای نظام با ایدولوژی اسلامی و مشکلش با غرب در مورد پرونده هسته‌ای و حقوق بشر. هندوستان دومین کشور پرجمعیت جهان دارای رابطه با فراز و نشیب با پاکستان در مورد کشمیر و نفوذ در افغانستان. اما در کارزار مبارزات انتخاباتی اوباما نگاهش نسبت به جنگ افغانستان چنین بود: رهبری القاعده ضربه های سختی دیده است و اکنون ما می توانیم مسئولیت های امنیتی را در افغانستان به گونه مسئولانه به نیروهای افغان بسپاریم. ما می خواهیم اطمینان به دست آوریم که افغانان مسئولیت امنیت خودشان را گرفته می توانند. این کار به ما اجازه می دهد تا اتحادمان را بازسازی کنیم و دوستانمان را در سراسر جهان در کار مبارزه با تهدیدهای آینده دریابیم. فرسنگ ها دور این سیاستگر پاکستانی که چند پیش مفتی نشده فتوای جهاد در افغانستان را صادر کرده بود، نگاهش نسبت به سیاست کاخ سفید چنین است: شماره سربازان آمریکایی در افغانستان در دوره نخست ریاست جمهوری اوباما افزایش یافتند، اما این کار به جای کاهش خشونت‌ها را افزایش داد. این کار مشکلات فراوانی را بر پاکستان نیز به میان آورد. افزایش در حمله های هواپیماهای بدون سرنشین نیز سبب افزایش حمله های هراس‌افغانانه بر نیروهای امنیتی پاکستان شده است. بنابراین آنچه ما از براک اوباما می خواهیم این است در جستجوی یک راه حل سیاسی در افغانستان شود. و نگاه اوباما نسبت به حمله احتمالی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل چنین است: اگر بر اسرائیل حمله شود، ایالات متحده آمریکا در کنار اسرائیل خواهد ایستاد و من این مسئله را در زمان ریاست جمهوری خودم روشن ساختم. پرسشای اصلی این است که با انتخاب احتمالی یکی از این چهره ها، جان کری، تام دینالون و سوزان رایس، چه تغییر در سیاست خارجی آمریکا رونما خواهد شد؟ در 4 سال آینده سیاستگذاری کاخ سفید نسبت به افغانستان، پاکستان، هندوستان و ایران چگونه خواهد بود؟ و سرانجام آیا اوباما با انتخاب دوباره این بار بدون داشتن دغدغه انتخاباتی دست بازتر عمل خواهد کرد؟ سلام، وقت بخیر. بیننده بر روایتی دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز است. آقایان سنجر سوهیل روزنامه‌نگار، عبدالقیوم سجادی استاد دانشگاه، فردین هاشمی نویسنده کتاب نظام منطقوی جنوب آسیا پس از حضور آمریکا در افغانستان و مسعود ترشتوال استاد دانشگاه. میمونان گرانقدر، خوش آمدید. آقای سوهیل، با شما آغاز میکنیم. اگر قرار باشد گاه شمار سیاست خارجی با ما درباره افغانستان، پاکستان، هندوستان و ایران را دست کم در 4 سال گذشته ببینیم، چگونه بوده؟ بسیار تشکر. من سلام عرض میکنم به شما، به میمانا و به بیننده های محترم. برحال واضح است که سیاست اوباما در رابطه به 4 کشور که شما نام بردین یک سیاست واحد و منسجم نبوده. سیاست روابط ایالات متحده آمریکا در طول 4 سال گذشته در دوره اوباما با هندوستان بسیار افزایش یافت و حتی قرارداد همکاری های اتمی میان حکومت ایالات متحده آمریکا و هندوستان به امضا رسید. قراردادی که در واقع نطفه هایش در زمان حکومت جورج دبلیو بوش گذاشته شده بود.
روابط با ایران بسیار به تنش گرایید و ایالات متحده امریکا شدیدترین تحریم ها را بر ایران وضع کرد تا سرحدی که ما تبعات از تحریم ها را در روزهای اخیر شاهد هستیم که مشکلات متعدد را هم برای حکومت ایران و هم برای مردم ایران به بار آورده. در رابطه با پاکستان هم سیاست های دولت اوباما با تنش های زیاد مواجه بود تا سرحدی که ایالات متحده امریکا و کانگرس ایالات متحده امریکا برخی از کمک هایی را که ایالات متحده امریکا در اختیار پاکستان قرار میداد قطع کرد و برخی از اونها را مشروط ساخت، به خاطر از اینکه پاکستان در زمینه مبارزه علیه تروریسم از خود فعالیت های چشمگیر و آنچنان که حکومت اوباما توقع داشت نشان نداد. رابطه حکومت امریکا با حکومت افغانستان هم متاسفانه در چهار سال اول ریاست جمهوری اوباما با تنش های زیاد همراه بود، با این تفاوت که در این دوره ما شاهد به امضا رسیدن قرارداد همکاری های استراتژیک افغانستان و ایالات متحده امریکا بودیم که طبیعتاً با وجود تمام استنشا میتونیم که به اصطلاح از این قرارداد به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد بکنیم. سپاسگزارم. آقای سجادی، گسترش رابطه با هند، تنش رابط با ایران و تحریم بیشتر، قطع کمک به پاکستان و تنش رابط با حکومت افغانستان بیشتر متاثر از چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و همکاران بحث و بینندگان عزیز. اول اجازه بدید من یک نکته مقدماتی رو در ارتباط با سیاست خارجی آمریکا در منطقه خدمت شما عرض برسانم. و اون یکی علارغم و برداشت‌های رایجی که وجود داره که ممکن جابجایی‌های در کاخ سفید منجر به تحولات جدی در سیاست خارجی آمریکا شود، من زیاد باور ندارم که تغییرات اساسی در اهداف ملی آمریکا و در برنامه‌های کلان سیاست خارجی آمریکا به وجود بیاید. در مجموع استراتژی سیاست خارجی آمریکا همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. این جا به جایی ها و تغییر چهره ها صرفاً تغییر در تاکتیک ها و در روش های اجرایی سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی آمریکا به وجود خواهد آورد. میایم در ارتباط با پرسش شما، ببینید چهار محوری رو که شما مطرح کردید، اگر ما بخوایم خیلی کوتاه پاسخ بدم میتونم بگم که سیاست خارجی آمریکا در قبال هند یک نوع سیاست همکاری محدود و محتاطانه بوده. از یک طرف به هر حال نمیخواد هند را از دست بده، اما از طرف دیگر یک نوع نگاهی به پاکستان داره، بنابراین همراه با احتیاط بوده و تا حدودی محدود. سیاست که در قبال پاکستان داشته همیشه سیاست تشویق و تنبیه یک جا بوده و یک نوع قهر و آشتی رو ما همواره در روابط خارجی و سیاست خارجی آمریکا در قبال پاکستان بر سر مسئله القاعده و مسائل منطقه‌ای مشاهده میکنیم. بحث کاهش کمک ها به پاکستان یک نوع تنبیه میتونست باشه. از طرف دیگر اعلام همکاری های جدی تر با پاکستان میتونست یک نوع تشویق رو نشان بده. استفاده همزمان از سیاست تشویق و تنبیه. سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران سیاست مهار بوده بیشتر و کنترل کنندگی نسبت به ایران، دعوایی که بر سر تنها فعالیت‌های هسته‌ای ایران به وجود آمد تنها بخشی از سیاست خارجی آمریکا در سال‌های اخیر است. از آغاز شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع یک نوع سیاست تعارضی به این دو کشور وجود داشته و آمریکا به عنوان قدرت برتر همواره سیاست مهار و کنترل کنندگی رو نسبت به ایران دنبال کرده. در این میان آنچه که اهمیت داره در ارتباط با افغانستان، من باور دارم سیاست خارجی آمریکا در قبال افغانستان سیاست تبعی بوده، تابعی در واقع منافع منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا بوده. تا هنوز هم متاسفانه به هر دلیل، هر چه قدم ما تاکید کنیم روی مسئله همکاری‌های جدی آمریکا با افغانستان، نگاه آمریکا نسبت به افغانستان نگاه درجه یک نبوده، بلکه نگاه درجه دو بوده و به عنوان یک متغیر مستقل از منافعی که با پاکستان، هند و منطقه و مشکلی که با جمهوری اسلامی ایران داشته از این زوایا با مسائل افغانستان نگریست. سپاسگزارم. آقای هاشمی، حالا می‌خوایم که متمرکز شویم به هر یک از این کشورها در جنوب آسیا در مورد هند و پاکستان. فکر می‌کنید واقعاً 4 سال گذشت و 4 سال دیگر آغاز شد،
چگونه سیاست در گذشته وجود داشته و چگونه سیاست را میشه در آینده در دستگاه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا پیش بینی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما اساتید ارجمند و بینندگان عزیز. میشه گفت که در خصوص جنوب آسیا یک نوع استراتژی بلند مدت ایالات متحده آمریکا اتخاذ کرده، به ویژه از دهه 1990 که در این استراتژی کلان هند نقش اصلی ایفا میکنه و به عنوان یک متحد استراتژیک برای ایالات متحده آمریکا مطرح هست و زمینه های این رشد میشه گفت که هم ما در تغییر سیاست خارجی هند نسبت به آمریکا داریم و هم خود آمریکایی‌ها ضرورت همکاری بیشتر با هند درک کردند و حادثه 11 سپتامبر بیشتر این روند تسریع بخشید، یعنی روند همکاری ما بین هند و ایالات متحده آمریکا و چیزی که ما در دهه‌های آتی فکر می‌کنم که اتفاق می‌افته و زمینه سازش هست گسترش این همکاری هاست و کاهش تنش در روابط هند و پاکستان به عنوان دو کشوری که روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا دارند. و در خصوص پاکستان میشه گفت که بیشتر تفاوت دیدگاه آمریکا و پاکستان در این موضوع است که پاکستانی‌ها بیشتر اصرار دارن که تهدیدی که امنیت اونا را از بین میبره بیرون از این کشور است، یعنی هندوستان است و مسئله کشمیر باید حل بشه، در حالی که آمریکایی‌ها بیشتر اعتقاد دارن تهدید اصلی برای پاکستان امنیتش از بین میبره افراط‌گرایی است که در درون خود این کشور است. مجموع این بحث ها من فکر میکنم اون چیزی که برای آینده منطقه میشه ترسیم کرد که ما هم از اون متاثر خواهیم بود ایست که روند اساسی در جنوب آسیا همکاری بیشتر ما بین هند و آمریکا، کاهش نقش پاکستان به عنوان متحد استراتژیک و بیشتر تبدیل شدن به یک متحد راهبردی و در این معادله سگانه ما کشوری هستیم که میشه گفت هنوز مسیر ما مشخص نشده. ترشتوال در مورد ایران رقیب انتخاباتی برک اوباما بیشتر تاکید به این میکرد و نقدی که بیشتر وارد میکرد برای چگونگی سیاستگذاری کاخ سفید در 4 سال گذشته ریاست جمهوری برک اوباما بود که یک سیاست نرم را بیشتر اتخاذ کرده است. آیا واقعا فکر میکنید آنچه که کاخ سفید به عنوان سیاستگذاریش در برابر ایران مطرح بود یک سیاست نرم بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض احترام دارم خدمت اساتید محترم حاضر در بحث شما و همکارانتان و بینندگان محترم تلویزیون. دو تا نقطه را بسیار کوتاه اشاره خواهم کرد برای ورود به پاسخ به سوال شما. یکی این که در ساختار نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا در قانون اساسی 7 فصلیش اصل 2 به صلاحیت ها وظایف و اختیارات رئیس جمهور آمریکا اشاره داره. رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا چند منبع بسیار مهم قدرت داره که یکی از اونها بحث رئیس ملت بودن رئیس جمهور است، رئیس جمهور بودنش است، فرمانده عمومی نیروهای مسلح است و همینطور بحث پیشنهاد کننده اصلی قانون و مسئول درجه یک دستگاه دیپلماسی یا همون به اصطلاح همکاری دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا. من فکر میکنم که سخنرانی سالانه رئیس جمهور اساسی ترین منبعی است که خطوط اساسی سیاست خارجی آمریکا را مشخص میکنه، همونطوری که ما در استراتژی امنیتی ملی ایالات متحده آمریکا هم مسائلی را به اشاره به بحث سیاست خارجی آمریکا داریم و همینطور در بحث سخنرانی سالانه رئیس جمهور که هنوز حالا سیاست های به اصطلاح پیش روی در بعوضه سیاست خارجیش هنوز که آقای اوباما به صورت واضح در سخنرانیش هم اعلام نکرده. نقطه دوم ایست که من کاملا موافق دیدگاه جناب استاد سجادی هستم که با تغییر چهره ها در اساس و اصول سیاست خارجی تغییر بسیار آنچنانی وارد نخواهد شد، بلکه تغییرات را ما بیشتر در روش ها داریم و در تاکتیک ها در اصل اهداف و استراتژی شاید تغییر آنچنانی را نبینیم. مشخصا پیرامون سوال شما در مسئله ایران ما برداشتیم ایست که این بار دست اوباما بازتر نسبت به گذشته است، دیگه دغدغه این که برای بار سوم انتخاب میشه یا نمیشه دیگه این دغدغه وجود نداره، چون در طول تاریخ آمریکا به خصوص در 60 سال اخیر
در ایالات متحده آمریکا رؤسای جمهور در دور اول خیلی محتاط تر هستند نسبت به دور دوم، چون بالاخره دغدغه که آیا انتخاب میشوند به دور دوم یا نمیشوند یکی از دغدغه های اصلی است. ما تصورم است که در قسمت ایران این بار سیاست مهار همه جانبه دنبال میشه. مهار همه جانبه ممکن است که قطعا چون نظام موجود ایران هم از گذشتم تا به حال اندکی گفته میشه در برخوردها هم که بیشتر نگاهی به اصطلاح جمهوری خواه ها دارن، گرچه که ما با تحریم هایی که پیشتر جناب سایل سر اشاره کردن، ما با تحریم هایی که علیه ایران شده، ما با قانون داماتو و زمان دموکرات ها به بعد روبرو هستیم و در زمان جمهوری خواه ها می تمدید میشه و در زمان آقای اوباما هم این موضوع تشدید شد. ما فکر میکنیم که این بار سیاست مهار همه جانبه در قسمت ایران در قضیه ایران جدا دنبال خواهد شد، بدون اینکه اگر بحث دیالوگ و مذاکره هم اگر دنبال شود، این بار مذاکره کاملا شکل دنبال خواهد شد که ما برداشتم است که نماینده خاصی در امور ایران احتمالا تایید شود که بتانه از نقش به اصطلاح ترکیه هم در ارتباط به این مسئله کاسته شود و نقش کشورهایی که میخواهند که امتیاز بگیرن و میانجیگری را میان اینا داشته باشه. با توجه به این که دیده میشه که مورد دومی را که خود اوباما دنبال کرده را ایست در قضیه ایران نزدیکی بیشتر به دول اروپایی است که این هم نشان میده که نسبت به گذشته در این قضیه جدا مصممتر هست، با توجه به این که در چهار سال گذشته تحریم های هم وجود داشت ولی سیاستش همچنان یک سیاست کجدار و مریض در حوزه ایران دنبال میشد. در بحث پاکستان یک نقطه را عرض میکنم. موضوع پاکستان، ما به این باور هستیم که این بار یعنی تبل به اصطلاح سخت افزاری تری قضیه جنگ جدیتر شاید دنبال شود، یعنی با موضوع القاعده تمام عیارتر نسبت به گذشته و ما فکر میکنیم که این بار نرمتر با پاکستان نخواهد بود، همونطوری که ما نزدیکی بیشتر یعنی سیاستی که ما اعتقادم به ایست که نزدیکتر باشه به هندوستان و تنش‌زدایی باشه با غوله های مثل مثلا چین و مثل روسیه و اینها، که در مجموع باراک اوباما در چهار سال پیش رو در حوزه سیاست خارجی جدا سیاست تغییر و امید را دنبال خواهد کرد و که پیامدی از او و محصولی از او کسب پرستیج، افزایش پرستیج و بازگشت با قدرت ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه و سطح جهان باشه و همچنان جایگاه اون هژمونی ایالات متحده آمریکا و تأثیرش در سیاست گذاری های کلان بین المللی همچنان ما به این باور هستیم که از دست نخواهد داد. سیاست سخت‌تر را که در مورد پاکستان میگن هدفتون چی است؟ یعنی چه کار انجام خواهد داد؟ ما فکر میکنیم که حالا زود است، ولی این سیاستی که مثلا هنوز ما از نقطه نظر تحلیلگرای کلانتر منطقه‌ای و روزنامه‌های مطرح هم رسانه‌های مطرح هم می‌بینیم، ما اون انتظاری را که از آقای اوباما یعنی داشتیم در بحث این که جدا یک سیاست به اصطلاح متناقضی را که پاکستان دنبال میکرد در حوزه مبارزه با تروریسم و عملا حمایت میشد و شواهدی هم در این رابطه وجود داشت، اون سیاست یا اون اقدامات و اجراءات لازمی که بایستی در برابر پاکستان به عنوان کشور حامی اساسی تروریسم و تربیتگاه اساسی تروریسم صورت میگرفت و دیده نشد. یعنی عملا همینجا هست آقای ترشتوال، زمانی که شما بیشتر از سیاست سخت‌تر کاخ سفید در برابر پاکستان میگین، هدفتون چیه؟ از این سیاست سخت‌تر یعنی چی؟ یعنی در شما ببینید در 1945 تا 1987 در حقیقت ایالات متحده آمریکا در استراتژی کلان بین المللی استراتژی مبارزه با کمونیسم را مطرح میکنه و اینمی تا پایان جنگ سرد هم ادامه داشته باشه. بعد از پایان جنگ سرد تا به حال شما اساسی ترین سلاحی را که آمریکایی ها دارن در منطقه توجیه حضورشان هم هست در هر جایی رفت و آمدشان، بحث استراتژی مبارزه با تروریسم هست. در برابر یک استراتژی بلند مدت اینچنینی مبارزه با تروریسم، اساسی ترین کانون و تربیتگاه تروریسم که باشه کشور همسایگی ما و
شواهد و مصادیق هم وجود داشت که نشان داد از حمایتش تا رهبری القاعده موجودیتش تا مسائل. ما فکر میکنیم که او سیاست سختی که یعنی مثلا به عنوان مثال ما میتونستیم که این قضیه را بسیار براحتی جزء آجندای اساسی شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح میکرد به عنوان کشور خاطی نظم و امنیت بین المللی، کشوری که صلح و امنیت بین المللی نقض کرده بود یا تهدیدی حدیقه برای این مسئله بود. چنین چیزهای چنین اقدامات مثلا تا تحریم های بسیار که یعنی تأثیر گذار باشه بر سطوح و لایه های مختلف اقتصادی پاکستان ما چنین چیزهایی را ندیدیم. یعنی انتظار می رود که در 4 سال پیش بعض سخت تر را که مطرح میکنیم در حد انتظار است. ما تصور می است که باعث این موضوع یعنی نسبت به گذشته جدی تر دنبال شود تا از مراحل حتی تحریم ها هم که عبور شود بگذرند به مسائل. آقای سوهیل، حالا در مورد افغانستان اگر چه گفته میشه که افغانستان به عنوان یک متحد اصلی خارج از ناتو برای ایالات متحده آمریکا شمرده میشه، اما رفته رفته کار به جایی میکشه که رئیس جمهور کرزی با صراحت از مسئله بازی دوگانه و سیاست دوگانه ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان حرف میزنه و شاکی است نسبت به مبارزه با رصفگنی. میخوایم بفهمیم که واقعا ایالات متحده آمریکا آنچه را که در 11 سال گذشته در افغانستان دنبال کرده سیاست دوگانه بوده. خب یک نکته واضح است که شکایتی که حکومت افغانستان از ایالات متحده آمریکا داره در واقع در موارد تا حد درست و مشروع است و این خواستا در موارد باید بهشان رسیدگی شود و پرداخته شود از طرف ایالات متحده آمریکا. اما در این زمان ایالات متحده آمریکا هم برخی از خواستها و توقعات داره که باید دولت افغانستان به اونا رسیدگی بکنه و به اونا پاسخ بده. واقعیت مسئله است که وقتی که از یک رابطه مشترک و یک رابطه دوستانه صحبت میشه طبیعتاً دو تا دوست از یکدیگر توقعات دارن و نگرانی های دارن که باید به اونا پاسخ داده شود و یک به اصطلاح چارچوب مشخص و مشترک پیدا شود که در او در واقع به خواست ها و توقعات دو طرف پاسخ قناعت بخش ارائه شود یا وجود داشته باشد. در برخی موارد بله متاسفانه نسبت به خواستهای افغانستان به دلیل سیاستهایی که خب ایالات متحده آمریکا در مسائل دیگه منطقه‌ای یا در رابطه با برخی از کشورهای دیگه منطقه دنبال میکنه به برخی از خواستهای افغانستان وقت گذاشته نشده، توجه صورت نگرفته، از جمله در رابطه با مسئله پناهگاه‌های تروریستان در پاکستان و ایجاد فشار بیشتر بر ساختارهایی که در پاکستان به صورت علنی و غیر علنی از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی و توسعه به اصطلاح هژمونی پاکستان در منطقه استفاده میکنند. ولی در این زمان ایالات متحده آمریکا از دولت افغانستان در برابر کمک‌ها و حمایت‌های کرده اکثر توقعات در رابطه با ایجاد حکومتداری بهتر، کاهش فساد، گسترش خدمات و دسترسی مردم به عدالت و خدمات امگانی این مسائل بوده که باید حکومت افغانستان رسیدگی میکرد که متاسفانه رسیدگی نکرده و در این زمان متاسفانه زد و بندها و برخی از سیاست گذاری هایی که در داخل حکومت افغانستان وجود داشته به نوع در واقع باعث شده که ای به ضرر به اصطلاح سیاست های امریکا و حضور امریکا در افغانستان تمام شود و در این زمانی که متاسفانه از طریق برخی از تریبیون های حکومتی و برخی از دستاندرکاران حکومتی ما نوع به اصطلاح سیاست ضد امریکایی تبلیغ میشه، خواه به صورت علنی و خواه از طریق به اصطلاح دستگاه های به اصطلاح حامی و مورد حمایت از اینا این سیاست دنبال میشه که طبیعتاً هم از طرف ایالات متحده آمریکا زیاد مورد توجه نیست. اجازه بدید دو سه نکته دیگر در رابطه با بحث‌های دوستای اشاره کردن اگر اجازه باشه در رابطه با مسئله هند من با صحبت‌های آقای هاشمی موافق هستم که اساساً هند داره تبدیل میشه به متحد بسیار استراتژیک ایالات متحده آمریکا در منطقه و دلیل از این مسائل متعدد است. یکی این است که خب چی بخوایم یا نخوایم چین با سرعت رشد که داره تبدیل میشه به یک رقیب بسیار عمده هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ نظامی در برابر ایالات متحده آمریکا و در واقع
ایالات متحده آمریکا را در موارد متعدد به چالش میکشه، قدرت و نفوذش را. نکته دومی است که هند و آمریکا دارای یک سلسله مشترکات بسیار جدی و عمیق در رابطه با مسئله دموکراسی هستند. هند بزرگترین دموکراسی دنیاست و در واقع ایالات متحده آمریکا هم باثبات‌ترین و به اصطلاح عمیق‌ترین دموکراسی دنیاست. نکته سومی است که بازار هند یک بازار بسیار قابل توجه برای ایالات متحده آمریکا است. رشد روزافزون طبقه متوسط در جامعه هند در واقع زمینه را برای فروش یک سلسله محصولات آمریکایی به سرعت فراهم میکنه. و مسئله بعدی همی است که توجه داشته باشیم که یک بخشی عمده از نیروی بشری که در ایالات متحده آمریکا در ساختارهای متعدد از جمله در بانکداری و در اقتصاد آمریکا فعال هستند، اینا اکثرا سابقه ایندی یا به اصطلاح ریشه تباری ایندی دارن. بنابراین اینا مسائلی هستند که در واقع باعث میشه که در کنار از اینکه مسئله گسترش توریسم است و دشمن مشترک در منطقه دارن، اینا باعث میشه که به اصطلاح آمریکا با هند روابط خودش را گسترش ببخشه و دو کشور به دوستان بسیار نزدیک و استراتژیک در منطقه تبدیل شد. آقای سجادی، بیشتر از این که به بحث جاگزینی هند به پاکستان سوال داشته باشم، میخوایم بفهمم که آیا ممکن بود آنچه را که حکومت افغانستان ظاهرا شاکی هست، فشار بیشتر برای پاکستان وارد میشد و مبارزه صادقانه آنچه را که حکومت افغانستان میگه نسبت به هراس افغانی در خاک پاکستان صورت میگرفت؟ ببینید، من گفتم که سیاست خارجی آمریکا در افغانستان سیاست تبعی بوده، تابع منافع منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا. دقیقاً همین سیاست باعث شده که آمریکا در قبال پاکستان به عنوان مرکز افراط‌گرایی سیاست دوگانه داشته، تشویق و تنبیه هر دو رو متناسب با مقطع زمانی در پیش گرفته. یعنی هیچگاه شما شاهد این نبودید که آنگاهی که در بهترین حالت ایالات متحده آمریکا تلاش داره که بین افغانستان و پاکستان جمع بکنه، هم پاکستان رو داشته باشه هم افغانستان رو داشته باشه، اما زمانی که امکان جمع بین این دو گزینه ممکن نبوده یا سخت بوده، آمریکا همواره جانب پاکستان رو ترجیح داده بنا به دلایل مختلف. این وضعیت نشان دهنده است که هنوز هم از دیدگاه مقامات کاخ سفید به هر ترتیبی در سیاست‌های منطقه اونها اولویت با همکاری پاکستان است. یک. دو، هیچگاه ما نمیتونیم توقعی رو داشته باشیم در وضع موجود کنونی که ایالات متحده آمریکا به خاطر ما پاکستان رو از دست بده. و سوم، نکته سومی که بسیار به نظر من مهم است است که اگر اساسی ترین هدف برای سیاست خارجی آمریکا از بین بردن و نابود ساختن افرادگرایی و القاعده می بود، باید در این مدت 11 سال ما شاهد این می بودیم که فشارها نسبت به حکومت پاکستان و حلقاتی در داخل پاکستان که در دولت پاکستان نفوذگذار هستند، در پارلمان پاکستان نفوذگذار هستند و هم رهبران ایدئولوژیک افرادگرایان هستند هم حامیان سیاسی افرادگرایی هستند، روی اونها باید به اندازه بیشتر از این فشار وارد میکرد. تا چه اندازه میتونید فشار وارد بکنه؟ حداقل امکانی وجود داشت که در ارتباط با پاکستان در واقع فشارهای دیپلماتیک خود را افزایش میداد، سطح روابط را کاهش میداد، بحث کمک ها را نسبت به پاکستان به تعلیق در می آورد. این اقدامات صورت نگرفته در ارتباط با پاکستان. اینا همه نشان دهنده است که سیاست ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مسئله مبارزه با تروریسم سیاست دوگانه است. کشوری که به هر حال دیگر بحث ادعا نیست، بحث اتهام نیست، دلایل و شواهد فراوانی وجود داره، به خصوص بعد از کشته شدن بن لادن، غربی ها و در واقع استخبارات غربی می را پذیرفتند که به هر حال پاکستان حامیانی را در حلقات سیاسی داخلی خود داره که از تروریستان و افرادگرایان حمایت کردن و حمایت میکنه، ولی همچنان ما میبینیم که در ارتباط پاکستان سیاست جدید در مورد جاگزینی هند به جای پاکستان که پیشتر از این آقای هاشمی اشاره کردن به او، فکر میکنید تا چه حد محتمل است؟ ببینید، من فکر میکنم که دو نوع سیاست هست، امکان جایگزینی وجود نداره. با یک سیاست همکاری را ایالات متحده آمریکا میخواهی دنبال بکنه با هند، همکاری های اقتصادی در محور این تعاملات قرار داره،
با پاکستان در واقع این همکاری ها بیشتر همکاری های سیاسی استخباراتی است تا همکاری های اقتصادی، بلکه با پاکستان تازه پول داده میشه. سیاست داخلی اوباما رو شما وقتی نگاه بکنید، موزل اصلی که او با ایش رو بروز بس اشتغال و رفاه اقتصادی در درون ایالات متحده آمریکا است. این مسئله آمریکا رو میبره به سمت همکاری های اقتصادی با هند. اما از جانب دیگر بس القاعده و بس افرادگرایی و کنترل منطقه آمریکا رو ملزم میسازه که با پاکستان هم همکاری خود داشته باشه. بنابراین من باور به جایگزینی ندارم. به همین لحاظ گفتم همکاری محتاطانه تا آنجایی که پاکستان رو از دست ندهد ای همکاری با هند ادامه پیدا خواهد کرد. اگر واقعا هدف اساسی ایالات متحده آمریکا در حضورش در منطقه مبارزه با آرس افغانی نبوده، پس چه بوده؟ تا لحظات دیگر آقای هاشمی پاسخ خواهند گفت. باز هم خوش آمدید بیننده برای روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز هستید. اگر واقعا هدف اساسی حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه مبارزه با آرس افغانی نبوده، پس چی بوده؟ آقای هاشمی؟ ببینید، یک وقتی مسئله افغانستان مطرح میشه و حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان، پیچیدگی بس بی برمیگرده که کشورهای مثل هند و پاکستان هم داخل در قضیه هستند. میشه گفت که من پاسخ آقای سجادی را میخوام در این سوالی که شما پرسان کنه هر دور با هم بودم. او ایست که کشورهای هند و پاکستان کشورهای غیر متقارن هستند. بی مفهوم که ما در هند بیشتر یک نظام چند فرهنگی، سیستم سکولار و نظام دموکراسی شاهد هستیم، در حالی که در پاکستان برعکس یک کشور تک فرهنگی، قدرت در دست نظامیان عمدتاً هست و فضای امنیتی بیشتر در این کشور حاکم است. نتیجتاً نوع رفتاری که ایالات متحده آمریکا با این دو کشور انجام میده و ما هم از اون متاثر میشیم متفاوت است. بس بر سر اسم چندین بارم ادعا کردم یا بس مطرح کردم که هندوستان شریک استراتژی خواهد بود برای ایالات متحده آمریکا، دلیلش هم است که ابعاد همکاری ما بین ایالات متحده آمریکا و هند در بعد اقتصادی بسیار کلان است. در بعد تکنولوژیک ما می‌بینیم که همکاری‌های ما بین دو کشور بسیار گسترش پیدا کرده در طول دو دهه اخیر. در حوزه امنیتی منافع مشترک وجود داره. وقتی شما در هند یک سیستم چند فرهنگی و دموکراسی دارین، طبیعتاً این سیستم چند فرهنگی میتونه افرادگرایی بیشتر به مبارزه با طلب و منافع ایالات متحده آمریکا بیشتر تامین کنه. در حالی که در خصوص پاکستان وقتی بحث می‌کنیم، ما نمی‌بینیم که اون منافع اقتصادی مشترک ما بین دو کشور شک گرفته باشه و بیشتر محور ارتباطات ما بین پاکستان و ایالات متحده آمریکا بیشتر بعد امنیتی و برای یک مدت کوتاه مبارزه با تروریسم خواهد بود. در حالی که استراتژی ایالات متحده آمریکا در طول این مدت برای قرن 21 رشد هند و ایجاد موازنه از طریق هندوستان با چین در سطح منطقه خواهد بود و چین در این فضای منطقه ایالات متحده آمریکا از این طریق محدود میکنه و این فانکشن پاکستان برای ایالات متحده آمریکا نداره و تنها بود مسئله همکاری ما بین پاکستان و آمریکا بود مبارزه با تروریسم است. حال در چنین فضای اگر بحث تحریم های بیشتر علیه پاکستان است، فقر بوده است که زمینه ساز افراد گرایی بیشتر در پاکستان شده. پاکستانی که در حدود 40% مردمش زیر خط فقر هستند، خود این فضا سربازگیری بیشتر برای افراد گرایی فراهم کرده و اگر فشار بیشتر برای پاکستان در کوتاه مدت شکل بگیره، ترس ای که پاکستان خودش تبدیل به یک کشور افرادگرایی که دارای سلاح اتمی هست بیشتر خواهد بود. نتیجتاً مدارای بیشتر در این کشور در کوتاه مدت می‌بینیم که ما شاهدش هستیم. اما نکته‌ای که ما نباید فراموش کنیم به نظر من در سیاست خارجی او است که ما نباید انتظار داشته باشیم که ایالات متحده آمریکا ما بین ما و پاکستان یک رأی انتخاب کنه. چیزی که در سیاست خارجی ما اهمیت داره درک فرایند است که در منطقه شروع شده و همراهی ما و پیش بینی آینده است در سیاست خارجی. من فکر می‌کنم اگر چنین چیزی اتفاق بیفته، ما میتونیم منافع ملی ما رو بر اساس روندی که در منطقه هست به پیش ببریم. هیچ وقت ما نباید انتظار انتخاب مقطعی از سوی ایالات متحده آمریکا داشته باشیم. کشور ما کشور است که اون منطقه حساس است و درک موازنه که در منطقه در حال تغییر است بسیار اهمیت داره. یک نکته دیگه میخوایم اشاره کنم، اون است که از سال 1947 یا دقیق تر اگر بگم از 1955 موازنه ما بین هند و پاکستان شکل گرفت که در دهه 1990 با حضور پاکستان در افغانستان از طریق طالبان تداوم پیدا کرد. حال سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در طول جنگ سرد ایجاد این موازنه و کمک به پاکستان بوده در برابر هندوستان. تغییر چنین موازنه‌ای هم طولانی مدت است و هم شکننده است. چیزی که برای ما اهمیت داره
روندی است که داره طی میشه و ای که جایگاه ما در این تغییر استراتژی ایالات متحده آمریکا کجاست. من فکر میکنم هرچی در ادبیات سیاسی ما واژگان ضد غربی کمتر باشه، چون حضور غرب در افغانستان من فکر میکنم طولانی مدت خواهد بود و در منطقه بیشتر منافع ملی مرتبط. آقای هاشمی، حالا در یک تصویر بزرگتر اگر قرار باشه این بحث مبارزه با رصفگینی ایالات متحده آمریکا را ببینیم، چنانچه آقای سجادی به اشاره کردن، آیا میشه تصور کرد که سیاست گذاری کاخ سفید در مبارزه با رصفگینی بیشتر دوگانه بوده؟ ببینید، من بیشتر به حساسیت منطقه توجه میکنم تا اینکه دوگانه رفتار کردن غربه. من بیشتر اعتقاد بری دارم که حساسیت منطقه و روندی که در حال شکل گیری است آنقدر پیچیده بوده است که ما نمیتونیم انتخاب‌های سریع در سیاست خارجی آمریکا در خصوص افغانستان داشته باشیم. باز هم در مورد همسایه غربی ما، جمهوری اسلامی ایران، واقعا تصور میشه آخرین گزینه‌هایی را که بیشتر ایالات متحده آمریکا بیشتر از این شما در تصویر دیدن رئیس جمهور اوباما به او اشاره میکنه، گزینه نظامی است. آیا این مثلا محتمل هست که در آخرین مورد که بتونن اگر دیگر دیپلماسی نتون راه حل مشکل با ایران باشه گزینه نظامی استفاده شود؟ اجازه باشه من دو تا نقطه را برای تتمه بس اشاره بکنم. در سه محور در قانون اساسی یا در محتوای احکام قانون اساسی و اصول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بسیار برجسته است. یکی حالا دو تا بحثش که خیلی مرتبط نیست، بحث ریاستی بودن نظام و بحث فدرالی بودن نظام و نقطه‌ای که اینجا بهش تاکید دارم بحث دموکراسی است. ما وقتی که از انتخاب هند و پاکستان صحبت میکنیم توجه داشته باشیم که مبتنی بر عقلانیت سیاسی هم هست که ایالات متحده آمریکا با در نظر داشت منافع ملی خودش در سطح منطقه و همون کسب یا افزایش پرستیژ خودش در محیط بین المللی با هر کشوری رابطه داشته باشه و فراز و نشیب هم در سیاست خارجی باشه مثل که هر کشور دیگه، این صلاحیت را میتونه در حوزه سیاست خارجی خودش داشته باشه. انتخاب بحث بر سر این نیست که پاکستان در بس مسئله سیاست خارجی ما را انتخاب میکنه یا هندوستان را انتخاب میکنه. ما برداشتم هم ایست که رابطه پاکستان با رابطه ایالات متحده آمریکا با پاکستان بیشتر از هر چیز دیگر یک رابطه استخباراتی است، رابطه ایست که به خاطر 7-8 عامل و مؤلفه بسیار تاثیرگذار است که توانایی نفوذی به تمام معنا را در افغانستان داره. مسائل ساختارهای قومی که مثلا در کشور ما با مشترکاتی که با پاکستانی ها وجود داره، استفاده از سیاست تکنوکرات های پاکستان برای تخصصی کردن قضیه افغانستان که در محراق توجه نخبگان پاکستان هست و از 1947 به این طرف فقط و فقط بحث افغانستان به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در حوزه کارهای تخصصی پاکستان قرار گرفته و بروندادی از اینکه برای ایالات متحده آمریکا بسیار مؤثر هست. بحث ظرفیت به تمام معنای که اینا از طریق مدیران ارشد در نظام سیاسی افغانستان دارن و توانایی که اینا توانایی نفوذ و تغییر سیاستایی را که در داخل افغانستان دارن و مسائل و عوامل مؤلفه های دیگری هست که اینها قطعا تاثیرگذار است که جایگاه آمریکا را در قضیه افغانستان و برای آمریکایی ها بسیار برجسته تر میکنه و نسبت به گذشته ضرورتش بسیار احساس میکنه. اما در اصل این که مبارزه با تروریسم به عنوان اساسی ترین محور و اساسی ترین استراتژی آمریکایی ها در منطقه باشه، ما تصورم به این است که دیگه اصلا دلیلی باقی نمانده که ما بشینیم هنوزم که این ادعا را ثابت بکنیم یا با واقعیتی از این قضیه که آیا پاکستانی ها حامی تروریسم هستن یا نیستن. دیگه چیزی برای من به نظرم چیزی دیگه دلیلی یا شواهدی برای این مدعا دیگه باقی نمانده، یعنی همش هم تکمیل شده. اگر قرار باشه که اجراءات صورت بگیره در سطح کاهش روابط دیپلماتیک با پاکستان از جانب ایالات متحده آمریکا، کاهش نقش پاکستان در معادلات منطقه‌ای، و فکر میکنیم که فرصتش گذشته، نه تنها اینکه فرصتش ما تا به حال دریافت نکردیم بلکه فرصتش گذشته است. و رابطهش با مسئله هندوستان، بحث اشتراکات مسائل دموکراسی، بحث قومی مسائل که اونها قطعا رابطه میتونه که یکی از مسائل بسیار عمدهش بحث رقابت چین با آمریکا باشه. این چند نکته را که شما اشاره کردن پیشتر آقای هاشمی هم به این پرداختن. حالا می‌خوایم اگر به اصل سوال تمرکز کنیم،
واقعا فکر میکنید که دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا از همون آخرین گزینه‌ای که پیشتر به اون اشاره میکنید یعنی گزینه نظامی در برابر ایران استفاده خواهد کرد؟ من پیشتر اشاره کردم به این قضیه که ایالات متحده آمریکا در 4 سال پیش رو سیاستی را که دنبال خواهد کرد در قضیه ایران سیاست مهار همه‌جانبه خواهد بود. این سیاست مهار همه‌جانبه در وضعیتی که امروز آمریکایی‌ها با کل منطقه درگیر هستند امروز واقعا در حوزه خاورمیانه گیر ماندند، در خاورمیانه عربی و خاورمیانه بحث اسلامی، در مسئله عراق گیر ماندند، در قضیه افغانستان به عنوان موضوع بسیار مهم است. ما فکر میکنیم که زود هست که اونم با گزینه نظامی وارد شود برای ایران در این فرصت بسیار کمی که داره، ولی این نقطه بعید نیست که امون دیپلماسی مهار همه جانبه خودش را با حرکت های جدی تری نسبت به گذشته و شاید هم روشنتر و واضحتر نسبت به گذشته دنبال بکنه. یک نقطه ای که در قضیه ایران قابل توجه است که من فکر میکنم که با ایران این بار بدون دیالوگ ببخشین بدون هیچ پیش شرط وارد مسئله بسیار مهمی مذاکره خواهد شد و در صورتی که نتیجه نخواهد داد شاید که آپشن ها و گزینه های دیگه هم پیش رو باشه. و نقطه بعدی که در قضیه ایران برای آمریکایی ها بسیار مهم است همسویی با دول اروپایی است. با دول اروپایی هم در این زمینه قطعا همون تبل همسویی را خواهد زد. و نقطه اخیری که در قضیه ایران باز هم ممکن است که ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید مسئله دنبال بکنه او ایست که ما نباید اون ساختارهای تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نادیده بگیریم، یعنی قطعا از داخل هم این قضیه یک نگاهی از داخل ایران به بیرون داشته باشیم که در اینجا دو تا روی کارت بسیار جدی حاکم است و تاثیرگذار است، یک نگاه اصولگرایی به قضیه مسئله هسته ای ایران و نگاه دیگر نگاه اصلاح طلبی که قطعا گفتمان ایدئولوژیک و گفتمان اصولگرایی فعلا حاکم است که موضوع هسته‌ای شدن ایران یا بحث دستیافتنشان به تعبیر خودشان به مسائل صلح‌آمیز هسته‌ای به عنوان یک بحث ملی مطرح شده و اون هم در پرتو آموزه‌های دینی که ما فکر می‌کنیم که یکی بحث این که این قضیه ملی و بحث ملی و سرمایه ملی باشه و دوم در روشنایی آموزه‌های دین باشه این قدر موضوع را پیچیده‌تر می‌کنه و مقاومت را از درون از جانب ملت ایران در برابر قضیه بالا می‌بره. نکته دیگری که بیشتر در این روزها در رسانه‌های بیرونی به ویژه رسانه‌های غربی بازتاب یافته است جاگزینی یک مهره جدید در رأس دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا است. آیا واقعا فکر می‌کنید از این سه گزینه‌ها که بیشتر آقای جان کری را مطرح می‌کنند تغییر رونما خواهد شد در چگونگی سیاست‌گذاری در این منطقه؟ من فکر می‌کنم بیشتر دوستا صحبت کردن فکر نمیکنم با تغییر مورها و با تغییر شخصیت ها تغییر کلان در سیاست اصلی ایالات متحده آمریکا به وجود بیاد. چرا که این استدلال که بیشتر میکنند بر اساس امان پیشتر سیاست گذاری هایی است یا در مواردی که آقای جان کری به پاکستان سفر کرد به افغانستان سفر کرد و موضوعاتی که در انتخابات پیش آمده بود بدون شک نقش افراد در تسهیل برخی از سیاست ها مؤثر است و یا در به اصطلاح بهبود برخی از روابط اما من فکر نمی کنم که این باعث شود که سیاست های کلان عوض شود چرا توجه داشته باشیم که افرادی را که شما ازشان نام بردین اینا بیشتر در پست های اجرایی و در واقع مجری سیاست هایی هستند که در جاهای دیگه تدوین می شوند بنابراین اینا نقشی در تغییر سیاست های کلان ندارند ولی بدون شک رابطه ممکن است رابطه شخصی بخصوص مثلا آقای کری شما ازش نام بردین رابطه شخصی آقای کری با برخی سیاستمداران منطقه و شناختی که از روابط در این منطقه داره و در این زمان سابقه کاری که در زمینه سیاست های منطقه داره بدون شک میتونه در تا حد در بهبود برخی از رابطه ها کمک بکنه و همچنان در به اصطلاح تطبیق بهتر برخی از سیاست ها مؤثر واقع شد ولی اجازه بدین دو سه نکته را در رابطه با حرفای دوستا بازم ما اشاره بکنم یک نکته ای هست که وقتی در رابطه با مبارزه علیه تروریسم و افرادگرایی صحبت میکنیم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که یک جنگ متعارف نیست که ارتش ایالات متحده آمریکا با توپ و تانک و مثلا عساکر خود بتانه در میدان مبارزه علیه از او غالب شود واقعیت مسئله ای است که
تروریسم در منطقه که ما حضور داریم. طبیعی درست است که آموزشگاه‌هایش و پناهگاهش در پاکستان است و به نوعی در سیاست رسمی و غیر رسمی پاکستان حمایت از این صورت می‌گیره و حلقاتی هستند که از این جریان‌ها حمایت می‌کنند. ولی در این زمان ریشه‌های دیگری هم در رابطه با تروریسم در منطقه وجود داره که باید به اونا هم توجه شود. جمهوری اسلامی ایران هم متاسفانه از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی خودش در منطقه استفاده میکنه. از حزب الله در لبنان حمایت میکنه در برابر اسرائیل، از رژیم به اصطلاح صفاق و جنایتکار بشار الاسد در سوریه حمایت میکنه و هر روز قتل عام صورت میگیره و متاسفانه شواهد و مدارک متعددی وجود داره که در افغانستان هم از تروریسم حمایت صورت بگیره از طرف جمهوری اسلامی ایران. بنابراین بحث تروریسم در منطقه ما یک بحث بسیار پیچیده است. یک دلیلش این است که کشورهای منطقه، کشورهای مثل ایران و کشورهای حتی در بعضی از کشورهای آسیای میانه به شمول پاکستان نسبت به حضور غرب در افغانستان شک دارن و این شک را از طریق برخی از به اصطلاح نهادها و افراد وابسته به خودشان بزرگتر می‌سازند و برجسته‌تر می‌سازند تا اینکه به اصطلاح حضور آمریکا را در اینجا مرتبط بسازند به برخی از مسائل دیگر و در واقع این ذهنیت را خلق بکنند که آمریکا به خاطر اهداف دیگر در این منطقه آمده، در حالی که ما شاهد هستیم که آمریکا و متحدانش در افغانستان متحمل قربانی‌های فراوانی شدند و باید مردم افغانستان این قربانی ها را در نظر داشته باشند و به خاطر داشته باشند که این مردم آمدند و به خاطر رهایی ما از تروریسم مبارزه کردند و جنگیدند و خون دادند و مصرف کردند. نکته دومی است که در رابطه با مسئله پاکستان من با تحلیل آقای هاشمی کاملا موافق هستم. ببینید آمریکا در برابر در رابطه با مسئله پاکستان یک سلسله مجبوریت ها داره و این مجبوریت ها باعث میشه که امریکا را از پرداختن سری و رسیدگی سری به یک سلسله مسائل در داخل پاکستان باز بداره. او دقیقا همین نکته است که هر قدر که بر پاکستان فشار افزایش پیدا بکنه افرادگرایی و ضدیت با امریکا هم در پاکستان افزایش پیدا میکنه. و نکته اساسی تری است که اگر پاکستانی که متاسفانه از تروریسم حمایت میکنه اگر دچار بی‌ثباتی شود بحران بشری که از بی‌ثباتی پاکستان عاید منطقه میشه بسیار یک بحران بشری گسترده و به اصطلاح خطرناک است. بنابراین امریکا نمیخواد که در رابطه با مسئله پاکستان با او سرعتی که ما توقع داریم در منطقه و برخی از دستاندرکاران سیاسی ما توقع دارن در واقع وارد عمل شود. این من فکر میکنم که یک سیاست بسیار به اصطلاح نرم را پیش گرفتن که به نوع آقای سجادی هم به او اشاره کردن که یک سیاست تنبیه و تشویق تا به اصطلاح در دراز مدت اینا بتانن به نتایج دلخواه دست پیدا بکنن. بیننده بر روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز است. حالا با توجه به مشکلات موجود در این منطقه در کشورهای افغانستان، پاکستان، هندوستان و ایران تصور چی هست؟ واقعا دستگاه دیپلماسی ایالات متحده آمریکا و کاخ سفید زیر اداره باراک اوباما چگونه سیاست را دست کم در 4 سال آینده در پیش خواهد گرفت؟ آقای سجادی ببینید ما در ارتباط با بحثی بسیار مهم و کلانی که مربوط میشه به سرنوشت سیاسی امروز و فردای یک جامعه بسیار باید صادقانه و سریع سخن بگوییم. بعضی از پرسش‌های وجود داره که مدیریت در عرصه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور توسعه یافته ایجاب میکنه که این پرسش‌ها پاسخ خود را ارائه بکنه داشته باشه. ببینید شما ما وقتی که میگیم بس یعنی تعامل با غرب یا ایالات متحده آمریکا ما کاملا به عنوان یک مسئول سیاست بین الملل میپذیرم که تعامل با ایالات متحده آمریکا بخشی از ضرورت های امروز ما هست اما در راستای منافع ملی ما. اگر قرار باشد که این تعامل بر اساس بازی بردباخت و یک سویه باشه ما هیچ منطق برای تعامل نمی‌بینیم.
این تعامل زمان معنا داره که ما بفهمیم که با آمریکا چی میدهیم و از آمریکا چی میگیریم. ما از آمریکا امروز آنچه که توقع داره افکار عمومی جامعه ما مبارزه با تروریسم و هراس افکنی است. آیا ما جنگ با تروریسم رو بردیم یا باختیم تا امروز بعد از 11 سال؟ ایالات متحده آمریکا و غرب تصمیم گرفتن که 2014 افغانستان رو ترک کنن. اونا میگن ما این جنگ بردیم، تروریسم رو هم آقای اوباما گفت و هم مقامات دیگه کاخ سفید میگه ما با تروریسم رو در لانه هایشان زمین گیر ساختیم. اما چیزی که ما امروز در افغانستان مشاهده میکنیم ادامه جنگ و ترور و انتحار است. پس بنابراین وقتی هنوز مردم افغانستان به خاک خون میغلطد، چطور میتوان قبول کرد که جنگ با تروریسم پایان یافته است؟ اگر جنگ با تروریسم پایان یافته است و ما ادعا داریم که تروریسم هر روز ما رو به خاک خون میکشاند، این بیانگر دو دیدگاه متفاوت بین افغان ها و ایالات متحده آمریکا است و این دو دیدگاه متفاوت ما رو به دو نوع منافع متفاوت میکشانه: یک، تشدید جنگ با تروریسم، یا کنار آمدن با یا عبور کردن از کنار آن چیزی که به نام تروریسم است. در وضعیت تعارض منافع نمیشه همکاری و همگرایی و تعامل سازنده رو در سیاست خارجی تعریف کرد. سپاسگزار. موافقت؟ ببینید جناب دکتر صاحب، من منظورم در خصوص سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا اساسا برای مبنا بوده و چیزی هم که ما در مبارزات انتخاباتی دیدیم، بحران اقتصادی بود، کنترل تسلیحات هسته‌ای بود و تروریسم. من فکر می‌کنم خطر تروریسم در آینده برای ایالات متحده آمریکا وجود داره و ما همون منطقه بحران خیز هستیم. ما در جای قرار گرفتیم که میشه گفت هم همسایه هستیم و بعضی وقتا تروریسم در درون خود افغانستان هم تلفات خودش داره. نکته‌ای که برای ما اهمیت داره است که ما چی قسم پیوند می‌زنیم منافع ملی ما با چیزی که غربیار تهدید می‌کنه. ویژگی که باید در سیاست خارجی ما باشه، من برای تاکید دارم، پیوند زدن منافع ملی ماست با منافع قدرت‌های کلان در جهت کنترل همسایگان به منظور کمتر ضرر رساندن به ملت ما. این تامین منافع بیشتر باید با همراهی و همگرایی همراه باشد، نه بر اساس ای که فلان کشور چنین رفتاری را انجام داد اما ما در سیاست خارجی انتظارات کلان داشته باشیم. من فکر میکنم تا زمانی که غربیا اطمینان پیدا نکنند از نخبگان سیاسی ما، چنین فرایندی نمیتونه شک بگیره و ما نیاز به تربیت نخبگان سیاسی داریم که روندها را درک کنند و در او جهت منافع ملی ما را طراحی کنند. من بیشتر اعتقاد دارم که سیاست خارجی ما میبایست خارج از حوزه افکار عمومی باشه و در یک بحث تلویزیونی ما نمیتونیم خیلی از واقعیت های منطقه را بیان کنیم. سپاسگزار. خواهی ترشوال، حالا در کلیات اگر ببینیم، واقعا فکر میکنن که سیاستگزاری کاخ سفید زیر اداره برک اوباما در چهار سال آینده در مورد این چهار کشور چگونه خواهد بود؟ من فکر میکنم که در مسئله سیاست خارجی بیشتر از این که آدم به اصطلاح ایدئالیستی فکر بکنه، تصورم به ایست که مبتنی بر واقعیت‌های موجود باید صحبت کرد و آنو مبتنی بر واقعیت‌های موجودی که در کشور ما باشه و کشورهای دیگه مبتنی بر در راستای منافع ملی. من تصورم به ایست که در قسمت ایران دفاع از شریک قدیمی ایالات متحده آمریکا که باشه اسرائیل همچنان به عنوان یک نقطه قابل توجه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا مطرح است، همونطوری که از حمایتاش از آیپک و از همه مسائل لابی های صهیونیستی هم باراک اوباما در همه صحبتاش اعلام میکنن. نقطه دوم در قضیه ایران بحثی بسیار جدی و بسیار به اصطلاح موضوع مهار کردن ایران هست در قضیه رسیدن به مسئله هسته‌ای که همچنان قطعا به روی میز رئیس جمهوری بعد از خودش باراک اوباما این موضوع را نخواهد گذاشت. به هر دلیل این موضوع را، این پرونده را، همونطوری که رئیس جمهوری پیش ازی گفته بود که شاید هم به جمهوری خواها یا به دموکرات های بعد از خودش این موضوع را نگذاره. نقطه سوم در قضیه ایران برای موضوع برای ایالات متحده آمریکا است که برای نزدیکی با اعراب موسوم به واقعگرا مثل عربستان و مثل کشورهای دیگه، حالا نمیریم وارد جزئیاتش، و کشورهای عربی موسوم به واقعگرا ضدیت با ایران و شفاف و واضح صحبت کردن و سخت صحبت کردن با ایران را به خاطر نزدیکی بیشتر با اعراب برای باراک اوباما بسیار مهم است. این سه نقطه در قسمت ایران. در قسمت پاکستان ما به این باور هستیم که باز هم رابطه جدا استخباراتی و سیاسی با پاکستان، رابطه اقتصادی نیست. پاکستان در چون خود یک کشور
کاری انتحاری است، بنابراین ضرورت ایجاب میکنه که برای قضیه افغان هم بیشتر تخصص کردن قضیه افغانستان، اختصاصی کردن قضیه افغانستان، نزدیکی پاکستان را بیشتر مشهود میکنه با ایالات متحده آمریکا. در قسمت با پوزش بگذارید چون فرصت تمام است در مورد هند و افغانستان از آقای سهیل بشنه. در رابطه با هند من فکر میکنم که روابط امریکا با این کشور گسترش پیدا میکنه، بیشتر میشه و به نظر میرسه که خب آل پاکستان اگر راضی باشه یا نباشه، امریکا بنابر منافع دراز مدت و استراتژیک خودش تصمیم خودش را گرفته. و یک نکته هم در اینجا خوب است که اشاره شود که از زمانی که پاکستان و هند سلاح هسته‌ای خود را آزمایش کردن، هر دو کشور مشمول تحریم های ایالات متحده امریکا در زمینه دانش هسته‌ای و تجهیزات مربوط به این سلاح ها شدن. اما تحریم ها در رابطه با پاکستان هنوز به قوت خود باقی است، اما امریکا با هند قرارداد تبادله دانش هسته‌ای را امضا کرده. در رابطه با افغانستان من فکر میکنم که بحث ها در یکی دو سال آینده در رابطه با عمدتاً در محور همکاری های امنیتی پس از 2014 خواهد بود و بیشتر در این محور خواهد بود که پس از خروج نیروهای امریکایی میزان کمک ها در برای دولت افغانستان برای سکتورهای دیگر چگونه تنظیم و بله سپاسگزارم. بیننده بر روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز است. با سپاس از آقایان سنجر سهیل روزنامه‌نگار، عبدالقیوم سجادی استاد دانشگاه، فردین هاشمی نویسنده کتاب نظام منطقه‌ای جنوب آسیا پس از حضور آمریکا در افغانستان و مسعود ترشوال استاد دانشگاه. سپاسگزارم از شما که طالب دین برنامه بودید. شما همچنان میتونید در تولو نیوز.com صفحه بر روایت دیگر این برنامه را بیننده باشید. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت خوب باشید.